When Mexico sends its people, they're bringing drugs. دونالد ترامپ تاجر میلیونر خواهان اخراج دست جمعی است. وقتی مکزیک مردمشو به اینجا میفرسته، اونا با خودشون مواد مخدر و جرم و جنایت میارن. از یاشون هم فرضاً مردم خوبی هستن. حرفای دونالد ترامپ موجب برانگیختن احساسات قوی در مبارزات انتخاباتی شد. ولی در دانشگاه شهر نیویورک موسوم به کیونی، برخی از دانشجویان که بیش از همه در خطرند زیاد نگران نیستند. به نظر من ترامپ قلدره. زندگی پر از افراد قلدره و تنها راه عقب زدن اونها بی‌توجهی و نادیده گرفتنشونه. تاتیانا یکی از بسیار دانشجویانی است که در کودکی به طور غیرقانونی به آمریکا آمدند و با فرمان اجرایی باراک اوباما موسوم به دریم اکت یا قانون آرزومندان موقتاً از اخراج شدند. یک کنفرانس خبری در کانال اسپانیایی زبان جنجال‌برانگیز بودن این مسئله را نشان داد. مستر ترامپ believes در همین حال جیب بوش داوطلب دیگر جمهوری خواه انتخابات این سیاست اخراج از سوی دونالد ترامپ را سرزنش کرد. آقای ترامپ تصور می‌کند که خیلی راحت میشه مردم را جمع کرد و چون اون تاجر موفقی است افراد موفقی را داره که مأمور کنه این کار را براش انجام بده. یکی از دانشجویان به اصطلاح آرزومند می‌خواهد کاندیداهای انتخاباتی به عملکرد این دانشجویان توجه کنند. بسیاری از جمهوری خواهان مهاجران بدون مدارک قانونی را جانی تصور می کنند و اینجور مطالب منفی، ولی ما به آنها نشان می دیم که بسیاری دانشجویان خوب هستند و راهی پیدا می کنیم که به دانشگاه بریم. رئیس جمهوری آینده آمریکا تا یک سال و نیم دیگر کار خود را آغاز نخواهد کرد و این دانشجویان می دانند در آن زمان است که شاید ناچار با امکان اخراج روبرو شوند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.